سلام، وقت بخیر. به خبرهای این ساعت از سلویسون بیگ با من محمود رسولی خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 حمل سال 1400 خورشیدی است. نخست هم سرخط خبرها. به نمایش گذاشته شدن کارهای دستی دانش آموزان در جوزجان. عدالت خواهی خانواده آیمامه از دولت. و کشته شدن 80 تن در تظاهرات در میانمار. نشر خبرها. دانش آموزان اینستیتوت تکنیکی و مسلکی ولایت جوزجان کارهای دستیشان را به نمایش گذاشتند. دانش آموزان که در این اینستیتوت در بخش های انجینری ساختمانی، نفت و گاز، ترمیم موتر و برق به شکل مسلکی مصروف فراگیری درس هستند، کارهای دستیشان را به نمایش گذاشتند. دانش آموزان اینستیتوت تخنیکی جوزجان نوآوری و ابتکارات خود را که در بخش های برق، تخنیک موتر، نفت گاز و ساختمانی انجام داده بودند به نمایش گذاشتند. حضرت شاه برلاس، یکی از مسئولان اینستیتوت تخنیکی، میگوید شماری از دانش آموزان این اینستیتوت بیشتر از 60 تجهیزات را در بخش های مختلف برق، تخنیک موتر، نفت گاز و ساختمانی که در موقع کارهای عملیشان ساخته بودند امروز طی یک برنامه به نمایش گذاشتند. ما توانایی‌های شاگردان و مسئولای خود را برای مردم به نمایش میمونیم که اینقدر اینا مهارت کسب بدن، قابلیت کسب بدن، بعد از فراغت اینا خودکفا میشوند. به این خاطر نمایشگاه دایر شده. البته در ضمن از این اینستیتوت تکنیکی جوزجان که به کمک ترکیه اینجا اعمار شده، 6 ورکشاپ هم بر ما کشور ترکیه تجهیز کرده که امروز اما برنامه افتتاح تجهیزات بسیار مدرن و تکنولوژی جدیدی که بر ما آورده و نصب کرده شاهد افتتاح از هم هستیم. به گفته آقای برلاس، این دانش آموزان از صنف دهم مکتب شامل این اینستیتوت شده و از صنف چهاردهم فارغ می شوند. شامل صنف دهم شده تا صنف چهاردهم تعلیمات مسلکی را در رشته های مختلف باید کسب بکنند و قابلیت های لازم، مهارت های لازم و توانایی های لازم در بخش های مختلف در رشته ای که می خوانند باید کمایی بکنند و به دست بیارند. محمد رسول، یکی از دانش آموزان رشته برق که امروز یک ترانسفرمر را ساخته و به نمایش گذاشته، میگوید اگر از سوی مسئولین ولایت حمایت شود می توانند تجهیزات برقی مدرن را نسبت به وسایلی که از خارج وارد کشور می شود بسازد. از دو شکرتی ارزانتر مثال اشکلوات در از خارج بیاید، مثال ساخته بیاید ده کلواتش مثال میشه 10,000. اینجا ما خودمان بسازم 10 کلوات میسازم 8,000، ماهینه 2,000 فایده میکنیم. اینا به خاطر اومده جور کردیم که اینا اومده ساختیم که به بازار عرضه کنیم. مثال آب گرمی است، دیگه است، کلش از خارج میاد، اما میخوایم کلش در اینجا در وطن خودمون ساخته شه و ما حمایت شویم که تا وطن خودمون پیشرفت کنه، که تا هیچ چیز نیاز نداشته باشه به خارج، که از خارج وارد شود. احمد میرویس، یکی دیگر از دانشجویان این اینستیتوت، میگوید آنها با فراگیری آموزش های مسلکی اکنون قادر به انجام کارهای برقی شدند. ما نیاز نمیبینیم، ما این فارکا هست، تو صف استیشن هاست، استیشن هاست، ما میدونیم خود ما اعضایش نصب کنیم، ما میتونیم مکمل وایرینگ کاری کنیم، بعد استاورد خود ما و از سر مزد خود ما، از آموزش خود ما و فوق العاده میتونیم. مثلا فارک فیلنگ در شهر شبرغان جور شده رئیس، ما خیلی خوبش وایرینگ کاری کردن میتونیم، خیلی زبایی خوب دادن میتونیم و خیلی نوایرانی میکنیم که در کشورهای دیگر نداشته باشه. ما افغانا یعنی بهیرات های ما تنفیل نشه، ما هم مثل ایرات های نوآوری بیشتر داریم. این در حالی است که به گفته مسئولان اینستیتوت تخنیکی جوزجان اکنون دانش آموز مصروف فراگیری آموزش های علمی و عملی در این اینستیتوت هستند. خانواده دختری به نام آیمامه که از سوی طالبان پس از تجاوز جنسی کشته شد خواهان عدالت شدند. اعضای خانواده آیمامه که برای عدالت خواهی به شهر شبرخان مرکز ولایت جوزجان آمدند، میگویند که طالبان تا اکنون پیکر بیجان این دختر را که با بیرحمی تمام کشته شده است
جهت ادای نماز جنازه ندادند. اعضای خانواده آیمامه که از قید طالبان فرار کرده اند می گویند طالبان آیمامه را پس از تجاوز جنسی زندانی کرده، بعد از سپری شدن دوین ما کشتند. خال محمد پدر آیمامه می گوید قدرت الله مشهور به گرگ، یک فرمانده طالبان با یک سربازش بالای دخترش پس از یک مهمانی تجاوز جنسی کردند. پدر دختر می افزاید شکایت آنها نزد بزرگان طالبان جایی را نگرفته، بلکه منجر به قتل این دختر شده است. ساعت فقط 9 مینی و امستیگا بارگن خزنم کنارب که براش کنارتم بو چلتارده آغزه که تایلا بوغ بارد چقدر کتاد ها آولو دار سادانی چقدر موتا اینم موتا من وانا اینم موتا من وزینم سیزینی چقدر سنگ موتا من دام مخم کیزن که والی بیتا ده شورا و اتاقه ایتم بر اسکر که اینگه ایتم اونو زنا قلاد اسکر در خوبگان خوی مستین که اینگه هم داد که ترد ایکی اسکر بو آدم اتاقه که اخلاد و ایکل اسکر بیگونا ایکی تاسی کهیل منشی قدرال قمان نمانه و بری عسکر کل من شد جنایت قیگن سوال. محمد اکرم مامای آیمامه که از بحر عدالت خواهی به شهر شبرغان آمده است می گوید قدرت الله مشهور به گرگ، یک فرمانده طالبان که قبلا عضویت گروه داعش را داشت، بالای خواهرزاده اش تجاوز کرده است. من زندگیم به خطا خراب کرده سنگ شنو قاچب کردم من تعلق نودیرم من ده من قاچب کردم مثلا تمام زندگیم قاچب تورت او کسیم بارده، یشکیم بارده، زندگیم بارده، کشوازگیم بارده شاید تلب زندگیم تلب بر کرده اشتا کلم من و ایشکر من و چه دن بر میشونده آوارا ببرم من من سن آخر آقبت منو بو بولده هم قضده و درده ایشکر من بنده قلب دیسنگز بزرگشن سرزولی قلب شن ظلم قلده. خانواده آیمامه هشدار می دهد در صورتی که به خواستهایشان رسیدگی نشود شکایت خود را تا شورای کویته پاکستان که بزرگان طالبان به آنجا بدوباش دارند می برند. داملاتورا الان دیپا قز منگت و درم من دانش داملاتورا من بار مسنگ دام قدرت شکار قیام نو چابز بده مردم داملاتورا سین کاتگان سن و یا شکار سین خلق گن ایت و یا شکار سین ده تو ما قلب سن و درم من تاز قز من قاچب کدم خوارم ننم تیر بدم یاننم تیر بدم زندگیم نان خاتم بچم تایلب قاچب کدم و یا سن بو منطقه کدم سن دولت منطقه سن اول خدا دوی منطقه دولت کدم سن انا شگه سن زندگی قلب یم من سن همه نرسم نقاد بسنگ خاطرم ایک که آیدن نر خاطرم قاچب کرده. مسئولان امنیتی از جوزجان میگویند طالبان تا اکنون به خواست بزرگان ولسوالی های قشتپه و درزاب این ولایت که تسلیم گیری پیکر بیجان آیمامه است پاسخ رد دادند. احمد مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان میگوید طالبان مرتکب این جنایت شدند، اما برای پنهان ساختن این عمل خود پیکر آیمامه را که چند روز از قتل وی میگذرد تسلیم اعضای خانواده اش نکردند. بگویم که چند تقریبا دو نیم ماه قبل که توسط طالبان اختطاف شده بود و به قتل رسید و این قتلش هم در سایه حاکمیت خود طالبان بود، به خاطر از اینکه این رسانه ای نشه، به خاطر از اینکه از ظلم و ستم از یا مردم آگاهی پیدا نکنه از طریق رسانه ها جسد این دختر خانم هم بره فامیلش ندادند. با گفته سخنگوی پلیس جوزجان هرچند این رویداد در ساحه تحت حاکمیت طالبان رخ داده است، اما با آن هم با پادرمیان بزرگان قومی تلاش دارند تا پیکر آیمامه را تسلیم خانواده اش کنند. در جریان عملیات نیروهای امنیتی در ولایت سمنگان ده تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامی میگوید نیروهای امنیتی در ولسوالی خرمسارباغ ولایت سمنگان بالای گروه طالبان یک عملیات را راه اندازی کردند که در نتیجه این عملیات 6 تن از افراد طالبان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. در نتیجه یک عملیات خاص نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت سمنگان 10 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی کشور یک عملیات خاص را بالای گروه طالبان در مربوطات ولسوالی خرمسار سارباغ ولایت سمنگان را اندازی نمودند. در این خبرنامه آمده است در نتیجه این عملیات نیروهای امنیتی 6 تن از افراد طالبان کشته،
4 تن زخمی و 1 فرد کلیدیشان دستگیر گردیده است. این خبرنامه می افزاید در اثر این عملیات نیروهای امنیتی 2 باب قرارگاه، 1 اراده وسایت نقلیه، 1 اراده موتورسایکل، 3 القم ماین و مقداری از سلاح و تجهیزات نظامی گروه طالبان توسط نیروهای امنیتی از بین برده شده است. گروه طالبان تا اکنون در رابطه با کشته و زخمی شدن افرادشان چیزی به رسانه ها نگفته است. در پی عملیات گروه طالبان بالای پوسته های نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان بر نیروهای امنیتی تلفات وارد شده است. یک منبع امنیتی که نخواست از وی نام برده شود میگوید طالبان در ولسوالی آقچه و در قریه استیشنبه و پوسته امنیتی منگوته امن کردند که در نتیجه درگیری یک تن از نیروهای امنیتی جان باخته و 12 تن دیگرشان جراحت برداشتند. همچنان در جریان این درگیری ها 15 تن از افراد طالبان نیز کشته شدند. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می کند. برنامه یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ورزشی این ساعت با من احسان الدین حیدری از تلویزیون بیگ خوش آمدید. در ادامه بازی های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در هرات دیروز تیم های سرخ پوشان هرات و ابو مسلم فرا در مقابل هم رفتند که در نتیجه بازی 4-0 به نفع تیم فوتبال سرخ پوشان هرات تمام شد و این خلیل احمد احمدی بود که توانست گل‌های اول، دوم و چهارم تیم خود را به ثمر برساند و گل سوم این تیم نیز توسط معروف فضلی زده شد. اولین بازی ال کلاسیکوی سال 2021 دیشب برگزار شد که تیم فوتبال ریال مادرید توانست حریف دیرینه خود را بارسلونا را با نتیجه 2-1 شکست بدهد و گل‌های ریال مادرید توسط کریم بنزما و تونی کروس به ثمر رسید و تک گل تیم بارسلونا نیز توسط اسکار منگسا زده شد. این در حالی است که در ال کلاسیکو سال قبل این تیم فوتبال ریال مادرید بود که در مقابل حریف خود بارسلونا پیروز شده بود. و همچنان تیم فوتبال کریستال پالاس از میزبانیش از تیم چلسی خوش نیست. در هفته 31 لیگ برتر انگلیس دیروز تیم فوتبال چلسی در مقابل کریستال پالاس رفت که در نتیجه این تیم فوتبال چلسی بود که حریف خود را با نتیجه 4-1 شکست داد و گل‌های این تیم قهرمان توسط کای هاوردز در دقیقه 8، کریستیان پولیسیچ در دقایق 10 و 78 و کورت زوما در دقیقه 30 به ثمر رسید و تک گل تیم پالاس نیز در دقیقه 63 توسط کریستیان بنتکه زده شد. حال هم به وضعیت ها به وای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. Thank you.
بود مجموع خبرهای این ساعت که از بیگ تقدیمتان گردید. تحسین که تا این دم با ما بودین. جهان سپاس.